نکوداشت یاد دبیر کل پیشین جنبش جهاد اسلامی فلسطین در مرکز اسلامی مسکو، مراسمی از راه دور با حضور شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی روسیه و جهان عرب از جمله برادر مرحوم رمضان عبدالله. رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی حکام خود فروخته عرب تلاش می‌کردند مسئله فلسطین را با جنگ ساختگی شیعه و سنی به انحراف بکشند، اما او هیچگاه فریب این تبلیغات دروغین را نخورد و روابط خوب خود را با ایران و حزب الله حفظ کرد. اهمیت شخصیت رمضان عبدالله در این است که او تمام عمر خود را بدون وقفه برای مقاومت در برابر صهیونیست‌های اشغالگر صرف کرد و هرگز از اهداف و آرمان‌های فلسطین عدول نکرد. من معتقدم حرکت ایشون و فعالیت‌هایی که ایشون انجام دادن در راستای مقاومت اسلامی در فلسطین باعث هم رونق این جریان شد و قدرت جریان شد و هم به نوعی پایه‌گذار یک اعتماد به نفس در بین فلسطینیان شد. رمضان عبدالله که یکی از پایه‌گذاران جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم بود، پس از شهادت فتحی شقاقی از سال 1374 دبیر کلی این جنبش را بر عهده داشت، اما از 2 سال پیش و در پی شدت بیماری زیادالنخاله به عنوان دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین انتخاب شد. شرکت کنندگان در این نشست تخصصی از راه دور تاکید کردند رمضان عبدالله شلح مبارزی خستگی ناپذیر بود که تمام عمرش را صرف مبارزه با رژیم اشغالگر قدس کرد و آرمانش بازپسگیری قدس شریف از چنگال صهیونیست‌ها بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.